سلام به همه دانش آموزان عزیز، امروز جلسه دوم در واقع مقدمات ریاضی است. امروز میخوایم روی اتحادها کار کنیم، تعیین علامت روی مقداری کار کنیم، حل معادلات گویا رو چند تا مثال بزنیم، حل معادلات رادیکالی رو چند تا مثال بزنیم و کلن معادله و نامعادله رو یک مقداری تمرین حل کنیم با هم که انشالله آماده باشیم برای جلسه آینده که میخوایم انشالله از تابع شروع کنیم. خیلی خوب، چشم گروه آنلاین رو هم میذاریم حتما. خانم شاه سوان شما ثبت نام کردین؟ اون چطور رو بیاریم من ببینم؟ من چطور ندارم خانم شاه سوان. خب پس چرا خانم شاه سوان اینجا توی ثبت نامی ها نیستن؟ نگاه کنید. آره، چون اینا در واقع اونایی که ثبت نام نشدن اون لینک رو در اختیارشون قرار ندادن. حالا شما الان من دارم اینجا میبینید تو قسمت های زرد هستین که البته چت فکر کنم مخفیه دیگه، آره نمیبینن هم بچه ها. شما تو قسمت های زرد هستین، یعنی دارین به عنوان مهمان اومدین. اون یوزرنیم پسورد که داشته باشین براتون تو اون گروه هم عضو میشین شما، درست شد؟ آره. آزمون هم داریم از چهارشنبه ها آزمون، بعد توی گروه ثبت نام میکنیم. شما آقای اسما، آها اسما شما هم ثبت نام کردی؟ اسما شما ثبت نام کردی؟ اینا که همه ثبت نامی هستن که اینجوری زردن که. آره آره، حتما پیگیری بکنین، حتما پیگیری بکنین، بگین آقا ما ثبت نام کردیم، تلفن بزنین پشتیبانی تا شما رو در گروه عضو کنن ها. تو گروه تمرین میذاریم، اطلاعیه اینجا. ما در جلسات پیش چی گفتیم؟ گفتیم بچه‌ها ما در ضمن پیام دادیم که در مورد اتحادهای هم یکم صحبت کنم. دقت کنی آقا از اینجا به بعد دیگه ادامه جلسه شروع کنه، از اینجا که من در واقع اینطوری شروع میکنم برای ضبط آیه سالگی میکنم. بزنیم اینجا ببینید، اتحاد آیه به اضافه بی به توان دو که برابر بود آ دو علاوه آبه دو آبه علاوه بی دو، این در واقع خیلی کاربرد داره در ریاضی. مثلا شما اینجا رو دارین 2x2 به اضافه 3y همش به توان 2 میشود چند؟ 2x2 به توان 2 میشه 4، چند؟ x به توان 4 علاوه دومی به توان 2 9y به توان 2، 2 برابر اولی در دومی، 2 ضرب در 2 چهار، سه تا دوازده تا x2 y. نکنید بچه ها، یک سری تمرین از اینها من گذاشتم توی گروه، اینا رو حتما حل کنیم و برای من بفرستین ها. اینا رو حتما برای من حل کنید، خیلی تمرینای ساده فقط برای دستگرمیه. یه چیز دیگه هم بگم خدمتتون بچه ها، نگاه کنین، من مثلا میخوام 3x2 علاوه 5x منهای 8 رو تجزیه کنم. من میخوام این عبارت رو تجزیه کنم، چون تو تمرین ها بود برای مخرج مشترک گیری باید تجزیه میکردیم. ابتدا این 3 رو در این ضرب میکنیم، میشه x2 علاوه 5x منهای 8 ستا، میشه چند تا؟ پس من اومدم از این سه تا تقسیم بر سه کردم، ضرب در سه کردم اینجا. حالا اینو تجزیه میکنم، میخواد چیکار بکنیم؟ میخواد اینو تجزیه کنیم، ایکس رو میذارم جمعش باید 5 باشه، ضربش 24 باشه، چند میشه؟ 3 و 8 دیگه، نه؟ پس میشه 3 و 8 علاوه 3 منهای. تا اینجا درسته؟ خب حالا میخوام برگردونم این 3 رو، برمیگردونم سر جای اصلیش. پس این تقسیم بر 3 میکنم، میگم آقا شما من 3 برابرت کردم، حالا تقسیم بر 3 میکنم، میشه x منهای 1. 3 رو برمیدارم اینجا میذارم، میشه 3x به اضافه 8. پس حاصل این میشه بچه‌ها 3x به اضافه 8
در ایکس منهای یک. اینم الان بچه‌ها دیگه پرسیده بودن، یکی دیگه هم از اینو حل کنم، شما به عنوان تمرین اینو حل کنید لطفا. مثلا 4x2 منهای به اضافه 2x منهای 6، اینو تجزیه کنید لطفا. همه تجزیه کنم من ببینم، شما هم تجزیه کن. چیکار باید بکنید بچه‌ها؟ حاجی جان آره، این دو رو در این چهار رو در این ضرب کن، میشه x2 علاوه 2x منهای 24. درست شد؟ ضرب در 4 کردیم، اونجا هم تقسیم بر 4 کردیم. حالا اینو تجزیه میکنم چی میشه؟ باید جمعشون 2 باشه، ضربشون 24 باشه. 6 4 تا دیگه نه؟ x6 x4، 6 4 تا 24 تا، جمع باید مثبت باشه و منفی. قبوله؟ حالا میخوام اون ضربی که کردم برگردونم، این 4 رو برگردونم اینجا، میشه 4x علاوه 6 x منهای 1. خیلی ساده و راحت. تا اینجا مشکل نیست؟ بریم یکی بعدی. همیشه همینطوریه. بله زهرا خانم، همیشه همینطوری. چرا ضرب کردیم؟ چون بتونیم اینجا رو یک کنیم، یعنی ضریب ایکس رو یک کنیم که به راحتی بتونم تجزیه کنم. من الان خانم سبا خانم، من میخوام کلن مرور کنم اتحادها رو، تجزیه رو، معادلات رو، معادلات گویا و معادلات گم رو و تعیین علامت رو، من میخوام این امروز اینا رو مرور کنم. خب بریم یکی بعدی. بچه نگاه کنید، مثال گفته که مقادیر تابع منهای 1/2 x2 علاوه 2x علاوه 6 در بازه آتابع بزرگتر از 7/2 است. بیشترین مقدار ب منهای آ رو پیدا کن. بیشترین مقدار ب منهای آ رو پیدا کن. این عبارت میخواد بزرگتر از 7/2 باشه. یعنی چی؟ منهای 1/2 x2 علاوه 2x علاوه 6 میخواد بزرگتر از 7/2 باشه. تا اینجا درسته؟ من میخوام این نامعادله رو حل کنم. چه کار باید میکردیم بچه ها؟ طرف این رو ضرب در 2 کنیم؟ میشه منهای x2 علاوه 4x علاوه 12 بزرگتر از 7. پس میشه منهای x2 علاوه 4x، این 7 میاد این طرف، میشه علاوه 5. بخواد بزرگتر از 0 باشه. قبوله؟ یعنی در واقع x2 منهای 4x منهای 5 کوچکتر از 0. نکنید بچه، من عمدن دارم در منفی اینا ضرب میکنم که شما متوجه بشین که وقتی در منفی ضرب میکنیم باید جهت چی باشه؟ عوض بشه. خب حالا ریشه ها اینو میتونیم پیدا کنیم، میشه x منهای 5 در x علاوه 1 کوچکتر از 0. ریشه هامون چی میشه؟ ریشه هامون میشه 5 و منهای 1. منهای 1 5. در عبارت درجه دوم بین دو ریشه مخالف علامت آ، موافق علامت آ. درست شد؟
عبارت درجه دوم، اینو در جلسه پیش گفتم، فیلمشو میتونیم ببینیم. عبارت درجه دوم بین دورشه مخالف موافق. بچه جلسه پیشو کی فیلماشو دیدن؟ کیا دسترسی داشتن میتونستن فیلمو ببینن؟ خب یه نفر. بقیه راحت بود براتون دسترسی بهش؟ اگر مشکلی هست بگین که ما اینجا اما فیلمو گذاشتیم ولی جزوه نبوده. خیلی خوب دیگه، هر مشکلی هست بگین که من اینجا به مسئولین بگم. خیلی خوب، پس میشه جوابم اینجا، پس یعنی بین منهای یک تا پنج دیگه، پس یعنی در واقع اینجا بین منهای یک تا پنج، پس یعنی آمون میشه منهای یک، بمون میشه پنج، درسته؟ پنج منهای منهای یک میشود شیش و میشه گزینه چهار. بچه ببینید، یه وقتی اگر بهتون گفتن که به ازای چه مقادیری از M عبارت X2 به اضافه MX به علاوه 3 همواره مثبت است، چیکار باید بکنی بچه؟ مرسی. ما چون گفتیم همواره، بچه ها تو عبارت های درجه دو وقتی میگم همواره یعنی دلتامون باید منفی باشه. حالا گفته همواره مثبت، دلتا باید منفی باشه، آمونم مثبت دیگه نه؟ اگر آ بخواد مثبت باشه، آ در اینجا الان چنده؟ یکه دیگه نه؟ آ یکه، بیمون امه، سیمون سهه. پس اگر دلتا منفی بخواد باشه، آ مثبت، این یک همیشه مثبت دیگه، پس هیچ من به این کاری ندارم، پس فقط باید دلتا منفی رو پیدا کنم. دلتا میشه به دو منهای چهار آ سه. این کمکی هنگه. خب باید کوچکتر از صفر باشه، پس M2 کوچکتر از 4 3 تا 12 تا، پس نتیجه میگیرم M بین رادیکال 12 و منهای رادیکال 12 است. درست شد؟ خب حالا ما میتونیم در اینجا تستای مختلفی رو ببینیم. ببینید بچه‌ها، چپه شده اصلا این چرا اینجوری شده؟ باشه ببینید، سوال 79 رو ببینیم بچه‌ها، سوال 79 رو ببینیم. گفته به ازای چه مقادیری از کا این سهمی همواره بالای این خط قرار داره. چیکارش کنیم؟
وقتی میگه همواره بالا این خط قرار داره یعنی چی؟ یعنی ایگرگای این بالاتر از ایگرگای این باشه، یعنی کا منهای یک ایکس دو منهای ایکس به اضافه کا میخواد بزرگتر از ایکس منهای یک باشه. قبوله؟ بعد گفته همواره بالای این خط باشه، ببریم اون طرف میشه چی؟ کای منهای یک ایکس دو منهای دو ایکس علاوه کای علاوه یک میخواد مثبت باشه، پس دلتامون میشه به دو منهای چهار آ سه. میخواد چی باشه؟ منفی باشه. درسته؟ خب خانم شاه سوان شما الان مشکل چیه؟ کجا رو متوجه نشدی؟ آها خیلی خوب، بسیار. خیلی خوب، یه بار دیگه بگم. این تمرین یکم یه دفعه سخت شد. ببینید بچه ها، به ازای چه مقدار؟ آها درس جلسه پیش رو گوش کردین خانم شاستمن؟ ریحانه خانم ندیدین؟ آخ آخ ریحانه خانم هم ندیدین؟ حتما درس جلسه پیش رو گوش کنین، پس من اینو مجبورم دوباره توضیح بدم. بچه نگاه کنین، یه معادله درجه دوم داریم، این اگر دلتا مثبت باشه چند تا ریشه داره؟ دو تا ریشه داره، یک ریشه اینجا ریشه یک، یک ریشه دو. ریشه یکمون ریشه دو صفر میکنه، صفر میکنه. بین دو ریشه مخالف آ، یعنی علامت آ هر چی باشه بین دو ریشه مخالفشه، این ور و این ور موافقه. مثلا من میخوام اینو حل کنم، ببینید ایکس دو به علاوه ایکس منهای 6، من میخوام اینو تعیین علامت کنم، چیکار میکنم؟ ریشه های این چیه؟ ریشه های این چیه؟ ایکس به اضافه 3 در ایکس منهای چند؟ 2 میشود منهای 3 و 2. بعد اینجا بین دو ریشه مخالف علامت آ موافق، موافق. تا اینجا که اوکی، تا اینجا اگر اوکی این خیلی خدا رو شکر. حالا اگر که دلتامون صفر باشه، دلتامون مساوی با صفر باشه، اینطوری میشه دیگه، یه ریشه داره قبلش موافق آ بعدش هم موافق آ. مثلا ایکس دو به اضافه مثلا پنج ایکس به اضافه 100، الان دلتامون میشه به دو 25 منهای 400 منفی میشه. حالا ممکنه من خواستم دلتامون صفر باشه، مثلا این باشه، ایکس دو به اضافه دو ایکس به اضافه یک. اگر دلتامون صفر باشه ریشمون میشه چی؟ منهای به اضافه منهای رادیکال دلتا میشه به دو منهای چهار آسه، چهار منهای چهار میشه صفر تقسیم بر دو، پس حاصلمون میشه منهای یک ریشمون دیگه،
در منهای یک میشه صفر، قبل از ریشه موافق علامت ها، بعد از ریشه هم موافق علامت ها. درست شد؟ قبوله؟ حالا اگر دلتامون منفی باشه، مثلا x2 به اضافه 5x به اضافه 100، اگر دلتامون منفی باشه میشه همواره موافق آ. تا اینجا که اوکی این بچه ها؟ درست شد؟ خب حالا دلتای این منفیه، چرا؟ چون میشه به دو به نهای 4 آ سه منفیه، حالا ریشه نداره، این میشه همواره موافق آ، همواره مثبت. آمون چیه در اینجا؟ مثبت. مثلا شما یه عدد بگو صفر رو بذار میشه صد مثبته، منهای یک رو بذار مثبته، منهای صد رو بذار مثبت، هر عددی بذاری در اینجا چی میشه؟ مثبت میشه. اوکی؟ خب حالا نگاه کنید، من میدونم همواره موافق علامت آمون دلتا منفیه، پس من هر وقت دلتا منفی بود میشه همواره موافق علامت آ. پس اگر من همواره داشتم دلتای من منفیه، اگر همواره داشتم دلتا منفیه. دقت کنید دوستان، دیگه امروز یک مقداری مجدد توضیح میدم، ولی از جلسات بعد حتما باید فیلمای قبلی رو ببینید ها. فیلمای قبلی یعنی من درسی رو که جلسه پیش توضیح دادم دیگه اینجا توضیح نمیدم، چون فیلمش هست دیگه. خب اگر اشکال هم داشتین که میتونین بپرسید دیگه، اگه اشکال که تو گروه هست. پس دلتا منفی یعنی همواره، درسته؟ حالا من اگه بخوام یک عبارت همواره منفی باشه، اگه یک عبارت بخواد همواره منفی باشه یعنی چی؟ چون گفته همواره یعنی دلتا منفی، حالا گفته همواره منفی یعنی باید همواره موافق علامت آ باشه دیگه، پس آمون هم باید چی باشه؟ منفی باشه. نکن دلتا منفی همواره، آی هم که منفی میشه همواره موافق علامت آ، پس آمون هم منفی میشه همیشه منفی. پس اگر عبارت هم بخواد همواره مثبت باشه چی میشه؟ بگین شما من بگین، اگر همواره مثبت باشه بخواد چی باشه؟ دلتا منفی آفرین. نه خیر، نکنی همواره دلتا منفی، اینجا آ مثبت. اشتباهتون همینجاست، وقتی من میگم همواره دلتا منفیه. حالا اگه همواره منفی باشه دلتا منفی آ منفی، اگر همواره مثبت باشه دلتا منفی آ مثبت. درست شد؟ تا اینجا مشکلی نیست؟ حالا ببینید بچه ها، من میخوام بگم که مثلا عبارت x2 به اضافه 5 mx به اضافه 3 میخواد همواره مثبت باشه. همواره مثبت یعنی چی بچه ها؟ یعنی دلتا منفیه آمون هم مثبته. آمون چی الان؟ یکه مثبت هست دیگه، پس کاری ندارم. دلتا باید منفی باشه، دلتا میشه به دو منهای چهار آسه، میخواد منفی باشه، درسته؟ پس 25 ام دو منهای 12 میخواد کوچکتر از صفر باشه، پس ام دو کوچکتر از 12 25، پس ام بین رادیکال 12 25 و منهای رادیکال 12 25 باید باشه. یک مثال دیگر رو شما حل کنین. حالا این عبارت 3x2 به اضافه 4x به اضافه m، این میخواد همواره من مثبت باشه،
چیکارش کنیم؟ این چون گفته همواره مثبت باید دلتا منفی باشه، آمونم مثبت هست دیگه، پس بهش کاری نداریم چون سه مثبته. دلتامون میشه چی؟ به دو منهای چهار آ سه، میخواد منفی باشه، پس 16 کوچکتر از 12 ام، درسته؟ پس ام میشه بزرگتر از 16 12. درست شد بچه ها؟ بریم یکی بعدی. حالا من اگه بخوام احیانا یک عبارتی رو تعیین علامت کنم، اگر یادتون باشه جلسه پیش هم ما تعیین علامت رو در موردش صحبت کردیم، الان میخوام باز مجدد صحبت کنم. یه عبارتی مثل این، 2x به اضافه 4 در x منهای 1 در x به اضافه 5 در x منهای x به علاوه 6. من میخوام این عبارت رو تعیین علامت کنم. گفتم برای تعیین علامت چیکار باید بکنیم؟ اول ریشه ها رو پیدا میکنیم، بعد یه جدول میکشیم از کوچک به بزرگ، یاد دیگاره یا نه، بعد از کوچک به بزرگ مرتب میکنیم، ریشه های مخرج رو نون میذاریم، بقیه صفر، علامت آخرین ستون رو پیدا میکنیم، یکی در میون تغییر میکنیم به جز ریشه های مضاف. اشکال نداره، الان که من گفتم مشکل ممکن تو ذهنتون نباشه، بعد هم گوش کنیم با هم دیگه بریم جلو. ریشه این میشه چند؟ منهای 2 میشه 1، منهای 5 6، ریشه مخرج میشه منهای 5 منهای 2 1 6. ریشه های مخرج کجاست؟ تعریف نشده بقیه صفر. چیکار کردم؟ ریشه ها رو پیدا کردم، ابتدا از کوچک به بزرگ نوشتم، ریشه های مخرج تعریف نشده، بقیه صفر. حالا من میخوام علامت اینجا رو پیدا کنم، علامت این قسمت رو میخوام پیدا کنم. میگم از 6 بزرگتر یک عدد بگیم، مثلا 3000. اینجا مثبت میشه، اینجا مثبت میشه، اینجا مثبت میشه، اینجا منفی میشه، چون منهای 1000 به علاوه 6 عدد منفی میشه، میشه مثبت در مثبت در مثبت در منفی، حاصلش میشه چی؟ منفی. یا میتونیم بگیم تو هر پرانتز بزرگترین توان چیه؟ بزرگترین توان ضریبش چنده؟ الان اینجا 2ه، مثبته. تو این بزرگترین توان ضریبش چیه که؟ تو اینجا بزرگترین توان ضریبش چیه که؟ و تو اینجا منفی 1ه. پس با هم که حساب کنیم میشه واسه چند؟ منفی. حالا علامت ها یکی در میون عوض میشه و علامت ها میشه این. خیلی راحت و ساده، درست شد؟ اوکیه؟ خب خانم صرافزاده شما کدوم مدرسه این؟ چون یادمه که پارسال هم بودین. آره؟ حتی پارسال فکر کنم برای 11 ها بودن، فکر میکنم. خب حالا بریم یکی بعدی، اینو شما حل کنین، اینو شما حل کنید.
اینو تعیین علامت کنین، همه تعیین علامت کنین، یه دقیقه بهتون فرصت میدم. حل کردین بچه‌ها؟ حل کردین؟ ریشه ها رو پیدا کنین. مثبت منفی 1 منفی 3 2 5 از کوچک به بزرگ مرتب میکنیم. منهای 3 منهای 1 1 2 5. ریشه های مخرج اینجاست، علامت اینجا مثبت مثبت مثبت، اینجا منفیه دیگه، پس میشه منفی. مثبت منفی مثبت منفی مثبت، علامت ها یکی در میون عوض میشه دیگه. درست شد؟ مثلا ریشه ها چی بدم؟ ریشه ها رو هر کدوم از این ریشه ها رو مصیبا صفر میذاریم، مثلا علامت میشه x2 منهای 1 مصیبا صفر، پس x2 مصیبا 1، پس x میشود مثبت منفی 1. آه دستون دارم. حالا بچه اگر یه وقتی اینطوری بود چی؟ این یعنی چی؟ یعنی به ازای چه ایکسایی این عبارت ما منفیه؟ به ازای چه ایکسایی این عبارت ما منفیه؟ این عبارت میخواد منفی باشه، یعنی جوابمون اینجاست، اینجاست و اینجاست. پس میشه چی؟ منهای 3 تا منهای 1، از 1 تا 2، از 5 تا مثبت بی‌نهایت. منهای 3 تا منهای 1، از 1 تا 2، 5 تا مثبت بی‌نهایت. این میشه جواب. یه سوال دیگه بچه، جواب این چی میشه؟ حالا اینجا توان 2 هم داشته باشه، اینجا توان 3 هم داشته باشه، x به علاوه 5 به توان 4 هم داشته باشه، منهای x به علاوه 7 به توان 9 هم باشه، ریشه ها رو می نیسیم، x مصیبه با منهای 2، x مصیبه با 1، x مصیبه با منهای 5، x مصیبه با 7. ریشه ها منهای 2، 1، منهای 5 و 7. از کوچک به بزرگ مرتبشون می کن. ریشه های مخرج کدومه؟ بقیه صفر. درست شد؟ حالا نگاه کنی بچه ها، یک عبارتی اینجا داریم مضاعف، توان این دوه دیگه نه؟ این توان که دوه باعث میشه که ریشه‌ای که اینجا داریم مضاعف بشه. یعنی چی؟ یعنی تغییر علامت نده، یعنی اینجا که مضاعف میشه و اینم مضاعف میشه، یعنی ما در هر صورت تغییر علامت در ریشه مضاعف نداریم. اینجا پس میشه علامتمون چی خواهد شد؟ میشه منفی. چرا منفی؟ علامت اینجا مثبته، اینجا مثبته، اینجا مثبته و اینجا هم که چیه؟ منفیه. پس میشه منفی. علامت ها یکی در میون عوض میشه، منفی مثبت. به ریشه مضاعف میرسیم. نگاه کنید، من اینجا به ریشه مضاعف رسیدم، بازم چیه؟ مثبت. اینجا میشه منفی، اینجا بازم میشه چی؟ منفی. قبوله؟ حالا احیانا به شما بگیم اینجا بزرگتر از صفر باشه، یعنی به ازای چه ایکس هایی این عبارت مثبت.
میشه از کجا تا کجا؟ از منهای دو تا یک اجتماعش با یک تا هفت. درست شد؟ توانای زوج مضاعف. بله. یکی بعدی اینو شما حل کنین برای من، تایپ کنین. جواب این چی میشه؟ خب شد؟ ریشه همون چنده؟ مثبت منفی یک، منفی پنج، سه، منهای هفت، منفی هفت، منفی پنج، منهای یک، یک، سه. ریشه مخرج کجاست؟ علامت این آخر چی میشه؟ منفی. منفی نه. ببینید اینجا مثبت. اینجا مثبت به توان دو مثبته. اینجا منفیه ولی به توان چهار رسیده. مثبت میشه. پس حاصل اینجا مثبت میشه. مضاعف یکی سه، یکی منهای پنجه. پس میشه مثبت، مثبت، منفی، مثبت، مثبت، منفی. جوابو گفته کوچکتر یا مساوی با صفره، یعنی یا منفیه یا از صفر کوچکتره یا خود صفره. پس جوابم میشه از منهای بی‌نهایت تا منهای هفت و میشه از منهای پنج تا منهای یک و میشه از یک تا نه دیگه منفی ها دیگه منفی هیچ. تمام قبوله؟ من منفی ها رو لازم دارم و اینم منفی ها. اما من بخوام مثلا عبارت های دیگر حالا ببینم چی شد کلن مثالی داریم اینجا. گفته جواب نامعادله فلان شامل چند عدد صحیحه. ما یه نامعادله ای داریم که توش یک رادیکال داریم. اگر یه نامعادله داشتیم که توش یه رادیکال داشتیم باید چیکار کنیم؟ ببینید قبل از این من مثلا اینو حل کنم براتون. مثلا من میخوام اینو تعیین علامت کنم، x منهای 1 x به اضافه 2 x منهای 3 x به اضافه 4. میخوام اینو حل کنم. بچه نگاه کنم اون یه رادیکالی که اونجا دارم، این رادیکالی که اینجا دارم باعث میشه که دامنم رو محدود کنه. یعنی چی؟
یعنی ریشه ها رو اینجا میذارم x مساوی با 1 x مساوی با منهای 2 x مساوی با 3 x مساوی با منهای 4 ریشه هامو می‌نویسم از کوچک به بزرگ منهای 4 منهای 2 1 3 ریشه های مخرج تعریف نشده و اینجا تعریف نشده 0 0 حالا من میخوام علامت اینجا رو پیدا کنم. ببینید بچه ها، اول که من زیر رادیکال من باید مثبت باشه، x میشه بزرگتر از 1، پس من تمام x های کوچکتر از 1 رو خط میزنم، اینا کلن نیستن دیگه، اینها کلن توی جواب من موجود نیست. خب حالا علامت اینجا چی میشه؟ یه عدد بزرگتر از 3 بذاری اینجا مثبت میشه، اینجا منفی. حالا جوابم میشه کجا تا کجا؟ بین 1 تا 3. پس هر وقت من یک رادیکالی داشتم در یک عبارت، باید به زیر رادیکال توجه کنم، باید ببینم زیر رادیکال مثبت هست و چه اتفاق میفته. حالا ببینیم تا اینجا این سوال رو حل کنی لطفا تا 10:30 سوا خانم. یه نامعادل داریم، چه کارش باید بکنیم بچه ها؟ من میام ابتدا سادش میکنم این عبارت رو، ابتدا ساده میکنم. چطوری؟ به این صورت. ببینید الان از صورت این یه رادیکال x فاکتور بگیرم میشه یک علاوه رادیکال x. بچه اینو قبول داری؟ آره. حالا چرا؟ چون اگر رادیکال x ضرب در این میشه میشه رادیکال x، اگر این ضرب در این میشه میشه x. حالا این با این خط میخوره میشه رادیکال x علاوه 1 میخواد بزرگتر از رادیکال x علاوه x باشه. این با این خط خورد. حالا رادیکال x هم که با رادیکال x خط میکنه، پس xمون میشه کوچکتر از 1، درسته؟ حالا از طرفی نگاه کن، اینجا یه رادیکال x داریم، زیر رادیکال x باید چی باشه؟ مثبت باشه، یعنی x من باید مثبت باشه، پس x هم باید مثبت باشه، درست شد؟ پس جواب من میشه بین 0 تا 1. خب بین 0 تا 1 چند تا عدد صحیحه؟ یه دونه عدد صحیح است. ما هر وقت یک نامعادلی داشتیم که رادیکال هم داشتیم، زیر رادیکال باید چی باشه؟ مثبت باشه، درست شد؟ یه مثال دیگه شما حل کنید لطفا بچه ها. یه نامعادله داریم که در واقع حالت معمول کل نامعادلات رو داره، باید چیکارش کنیم؟ باید این 3 رو ببریم این طرف، مخرج مشترک بگیریم، کوچکتر از 0 بذاریم، یعنی این 3 میاد این طرف، در واقع این عبارتمون اینطوری میشه. بعد چی میشه؟ بعد میشه x منهای 1 در x به اضافه 1. حالا ضربش میکنیم، منهای 3 در این مخرجمون 1، این رو ضرب داریم میکنیم میشه x2 منهای 1. چی میشه حالا آثارش؟ 2x2 علاوه
با یک رنگ دیگه بنویسم که تفکیک بشه کاملا. میشه 2x2 علاوه 2x علاوه 1 میشه x علاوه 1 علاوه x2 منهای x منهای 3x2 علاوه 3 به روی x2 منهای 1 کوچکتر از 0 شد. خب 2x2 و x2 میشه 3x2 با این خط میخوره. x و منهای x هم خط میخوره. 1 و 3 میشه 4 به روی x2 منهای 1 میشه کوچکتر از 0. حالا میخوام این کوچکتر از صفر باشه. اینا که بلد شدین دیگه. چهار باید چی باشه؟ سه ریشه داشته باشه که هیچی نداره. ریشه این میشه x مساوی با مثبت منفی 1. منفی 1 مثبت 1. بعد میشه مثبت منفی مثبت. جوابمون کجاست؟ بعد کوچکتر از صفر باشه میشه این. میشه اینجا. پس ایکسمون میشه بین منهای یک و یک. پس بین منهای یک و یک میشه جواب. چرا صفر گذاشتی تو مخرجه؟ کدوم؟ آها تعریف نشده میشه. مرسی. متشکرم. آفرین. شد. آخرین سوال رو از این تیپ سوال ها حل کنیم لطفا. بچه ها با من باشین. x منهای 3 x2 منهای 4 x2 علاوه 1 x2 منهای 9 منهای 16 میخواد کوچکتر یا مساوی با صفر باشه. یک دقیقه فرصت میدم بهتون لطفا ببینم چطوری حل میکنیم. خودتون یه حلی بکنید در منزل. ریشه ها چنده؟ سه مثبت منفی دویه. ریشه نداره این عبارت. مثبت منفی چهار. منفی چهار منفی دو دو سه و چهار. ریشه های مخرج کدوم هست بچه ها؟ بقیه صفر. حالا زیر رادیکال باید چی باشه؟ مثبت باشه. درسته؟ اگر زیر رادیکال مثبت باشه یعنی اینجا باید مثبت باشه دیگه. درسته؟ پس x همون باید چی باشه؟ بزرگتر از 3 باشه. پس تمام x های کوچکتر از 3 حذف می‌کنم. حالا علامت اونجا چی میشه؟ مثبت. علامت اینجا چی میشه؟ 4 منفی. میخواد کوچکتر از 0 باشه جواب میشه اینجا. پس میشه از 3 تا 4 باز. چرا 3 رو بسته نوشتم؟ چون اینجا مساوی داره. اینجا مساوی داره. چرا 4 رو باز گذاشتم؟ چون اینجا تعریف نشده است.
خیلی ساده و راحت. این از نامعادلات. بچه چند تا من تیپای مختلف مسئله رو از هر کدوم دو سه تا حل کردم که کاملا دیگه جا بیفته براتون. حالا من یه استراحت 10 دقیقه میدم بهتون، تو 10 دقیقه آینده ما یک سری تمرین حل میکنیم، یک سری تست حل میکنیم براتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خسته نباشید. یک سری تست میخوایم بزنیم، این هم جز به همون جلسات نکن. این دو جلسه همون که الان گفتم و این جلسه رو بزنیم پشت سر هم. خب بچه نگاه کنیم، بچه تا اینجا اوکیه؟ اگر تا اینجا اوکیه متوجه شدین؟ اگر انتقادی یا پیشنهادی برای سیستم داریم بگیم به من ها، اگر سرعتم تنده کنده هرچی هست بگیم. سرعتم تنده تنده؟ بعضی حل میکنی تند حل میکنم. باشه خیلی خوب، آرومتر باید حل کنم. باشه دوستان دیگه، دوستان آهسته تر بگین. چشم 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 زهرا کنیم دیگه. استاد جزواتون از کجا تهیه کنیم؟ جزء فایل الوکام بهتر بود. بله الوکام هم بهتر. بله ولی الوکام یه مشکلی داشت که نمیشه دیگه باش کار کرد. بفهمین که جزوات یعنی چاپی. آقای عباس آبادی استاد، این جزء خالی و پشت پر نشده رو می‌ذاریم؟ آره داخل پنل. آره گذاشتیم دیگه، پنل نداریم. بعد دیگه پسن داخل گروه چش باشه، فایل پر نشده باشه. فایل پر نشده رو میذارم برات. فایل پر نشده رو داخل پنل گذاشتن آقای صالحی، داخل پنلتون هست. آره کجا داخل پنل نمیدونم، داخل پنل کجاست؟ آها خیلی حالا میذارم پس اتمنا. بله نیست که اشکال میذارم. خب سوال بعدی، سوال 3 رو نگاه کنید. با توجه به نمودار زیر که مربوط سوال 3 که مربوط به تابع AX2 علاوه BX علاوه C است، این جواب این نامعادله کدام است؟ بچه نگاه کنید، این معادله مونه. ریشه من یکی اینجاست یکی اینجاست. این چنده؟ اینجا 3 هست. اینجا چنده؟ اینجا 2. پس ریشه های من یکی منهای 3 هست یکی منهای 2. ریشه x هم که چنده؟ 0. پس من اگر بخوام اینو جدولی بکشم منهای 3 0 و 2 هست. خب حالا ببینید ریشه هامون به چه صورت میشه؟ ریشه های مخرج تعریف نشده، ریشه صورت هم 0. بچه من میخوام علامت اینجا رو پیدا کنم. از دو بزرگتر از دو بزرگتر مثلا 10 بزنیم، بالا میشه 10 مثبت میشه. این نمودار داره میره به سمت بالا دیگه، پس مثبته. پس اینجا میشه حاصلمون مثبت، منفی مثبت منفی. حالا جوابمون کجاست؟ مثبت ها. پس میشه از منهای 3 تا 0 اجتماعش با از 2 بزرگتر مساویه، پس 0 باید مثبت باشه. از منهای 3 تا 0 بسته، از 2 تا مثبت بی‌نهایت، میشه گزینه 1. درسته؟ آره متوجه شدیم بچه ها؟ بریم سوال بعدی. عبارت درجه اول fx مساوی با 2kx به اضافه k2 منهای 27 به ازای xای کوچکتر از 0 کوچکتر از k مثبت و به ازای xای بزرگتر از k منفی. بچه ها قبل از کا یه علامته، بعد از کا یک علامته.
پس کا ریشمون هست. این کا قبلش نکنید اینجا کایه، کوچکتر از کا مثبته، بزرگتر از کا منفیه. پس کای من اینجا ریشه است. پس من اگر بذارم اینجا به جای ایکس کا میشه دو کادو علاوه کادو منهای 27 مساوی با صفر، که میشه سه کادو منهای 27 مساوی با صفر. پس کادو مساوی با 9، که کا یا 3 هست یا کا منهای 3. پس کای من یا 3 یا منهای 3. خب حالا نگاه کنید بچه ها، اگر کای من 3 باشه، این کامون رو بذاریم 3 اینجا، کا رو بذاریم 3، ببین چه اتفاق میفته. کا رو بذاریم 3، عبارت هم من میشه چند؟ 6x علاوه یک چیزی، قبل از ریشه مخالف علامت آ، بعد از ریشه موافق علامت آ. پس اگر کاسه باشه جدولم میشه آبیه. سوال گفته جدولم قرمزه باشه، آیا قرمزه با آبی یکی الان؟ نه یکی نیست. پس کا مساوی با 3 نیست و کا مساوی با منهای 3 است، میشه گزینه 2. سوال بعدی، سوال 7 رو نگاه کنید. یک تابع نمودارم داده، نمودار این تابع رو اینجا داده. خب حالا گفته این عبارت در بازه 0 تا آ همواره پیوسته است، بیشترین مقدار آ را پیدا کن. خب چیکارش کنیم؟ همواره مثبته. من ریشه ها رو باید ببینم، ریشه این 0، پس ریشه یکی 0، ریشه اف ایکس 4، 2 ایکس به علاوه 1 ریشه نداره، 3 منهای ایکس 3 هست و ایکس به علاوه 2 منهای 2. پس من یک جدولی میکشم به این صورت، منهای 2 1 3 4، ریشه مخرجم نون نون 0 0. حالا علامت اینجا رو میخوام مشخص کنم، از 4 یک عدد بزرگتر بگیم به من، مثلا 10، x میشه 10، f 10 منفیه، پس اینجا یک مثبت خواهد بود، یک منفی خواهد بود، اینجا مثبته چون هر عدد بذاریم مثبته، 10 بذاریم اینجا منفی میشه، اینجا چی میشه؟ اینجا همیشه مثبت میشه. پس چون دو تا منفی داره اینجا میشه مثبت، اینجا میشه منفی، اینجا میشه یک نداریم، اینجا صفره، اینجا میشه مثبت، اینجا میشه منفی و اینجا میشه مثبت. ریشه مضاعف هم در اینجا داریم، منهای دو هم ریشه مضاعف، چون قدر مطلقه، وقتی قدر مطلق داشته باشیم ریشه مضاعف. خب حالا گفته دروازه صفت آ، صفت آ کجاست؟ سه. پس آمون برابر میشه با چند؟ با سه. گفته صفر تا آ مثبته، ما اینجا صفر تا سه مثبته، قبوله؟ سوال بعدی، سوال 8 رو ببینیم چیکار کنیم. نظر دوستان چیه؟ fx منهای x2 به اضافه bx به علاوه c است و ریشه های معادله fx منهای 1 و 3. این عبارت به ازای چند مقدار صحیح منفیه. من برای که این معادله رو، این عبارت رو تعیین علامت کنم، باید چیکار کنم؟ باید در واقع ریشه ها رو پیدا کنم. ریشه fx منهای 1 و 3 است، ریشه این دلتامون منفیه،
این ریشمون چیه؟ با هم جمع بشه یک ریشمون یک میشه، یک ریشمون سه آم. میبینیم که سه اینجا تکرار شده. حالا یه جدولی میکشم، ریشه ها رو از کوچیک به بزرگ میزنم، منهای سه، منهای منهای یک و سه. بچه ها نگاه کنین، اینجا سه یک بار تکرار شده، سه یه بار تکرار شده، پس چند بار تکرار شده؟ دو بار تکرار شده. پس این ریشه میشه مضاعف، این ریشه همون ریشه مضاعف. خب علامت اینجا چی میشه؟ ببینید یه عدد از سه بزرگتر بگیم اینجا منفی میشه، چون اف ایکس اینجا منفیه دیگه، اینجا مثبته، اینجا منفی، پس اینجا میشه مثبت منفی، درسته؟ بعد ریشه سمون مضاعف ها، اینجا بس میشه بازم مثبت، اینجا میشه منفی، اینجا میشه مثبت. میخواد به ازای چند مقدار منفی باشه، یعنی اگر بین منهای یک تا یک باشه منفی میشه دیگه، درسته؟ جدول تعیین علامت داره میگه آقا بین منهای یک تا یکمون منفیه، پس عبارتمون میشه چی؟ بین منهای یک تا یک منفی. حالا گفته به ازای چند مقدار سعی x منفیه، پس فقط x مساوی با صفر میشه منفی اون، پس فقط یک عبارت داریم، پس یک عدد سعی میشه گزینه یک. سوال بعدی، سوال 12 رو ببینیم. نمودار خط ایگرگ مساوی با AX علاوه B به صورت مقابل است. یک نمودار خطی داده به من. بچه توی نمودار خط الان این دو چیه؟ دو آفرین توی ریشه‌شه. پس من اگر بخوام اینو حل کنم به این صورت حل میشه. ببینید اینجا دو، قبل از ریشه مخالف علامت ها، بعد از ریشه موافق. پس توی دو قبلش پایینه، بعدش بالا، میشه منفی مثبت، میشه گزینه 4. سوال 13 رو نگاه کنیم. کدام گزینه جدول تعیین علامت فلان رو به درستی نشان میدهد؟ ما اینجا یه چی داریم؟ ما اینجا یه دو داریم. ریشه این چیه؟ ببینید اینو تجزیه کنم، این میشه ایکس به اضافه دو در ایکس منهای یک. پس توی سه پس چند داریم؟ منهای دو داریم، صفر داریم، یک داریم، سه داریم، همشون اینا دارن. تو دو مضاعفمون تو سه است، پس اینجا میشه مثبت مثبت منفی مثبت منفی. حالا ببینیم کدوم یکی است. تعریف نشده ها توی منهای دو و یک درسته، مثبت تو سه مثبت منفی مثبت منفی، میشه گزینه سه. قبول بچه ها. سوال بعدی، سوال 15 چیه؟ گفته اگر جدول تعیین علامت این عبارت به صورت فلان، الان اگر نگاه کنید اینجا این ولیش هم منفیه، این ولیش هم منفیه، یعنی این n یک ریشه مضاعف، مقدار n به اضافه n رو میخوام پیدا کنم.
خب ما اولا متوجه میشیم که آقا الان در این تغییر علامت نداریم. بچه در معادله درجه دوم کیا تغییر علامت نداشیم؟ وقتی دلتامون صفر باشه. پس دلتامون باید صفر باشه. بچه من بگین دلتا چیه؟ میشه به دو منهای چهار آسه، پس میشه ام دو علاوه دو به توان دو منهای چهار دو تا هشت ام دو، درسته؟ پس میشه چی؟ ام چهار به اضافه چهار علاوه چهار ام دو منهای هشت ام دو که برابر میشه با ام چهار منهای چهار ام دو علاوه چهار، که این میشه ام منها ام دو منهای چند؟ ام دو منهای دو به توان دو مساوی با صفر. قبوله؟ پس ام من مساوی با رادیکال دو میشه، ام من مساوی با منهای رادیکال دو. ببخشید یه مقدار اینجا در واقع من این فایل رو امروز آماده نکرده بودم، یه مقداری عجله شد کار. یا امم منهای دو یا امم دوی. بچه اوکی این تا اینجا، چون این مساوی با صفر میشه امم یا دو یا منهای دو. حالا اگر امم خیلی خوب، اگر امم ببینید اینجا منفی منفیه، اگر امم رادیکال دو باشه این بر باید موافق رادیکال دو، این بر موافق رادیکال دو مثبت باید باشه، پس این خط میخوره، درست شد؟ چون وقتی دلتامون صفر باشه این ور این ور موافق علامت آ هست، علامت آ در اینجا مثبته ولی اینجا گفته منفی. حالا ما چیکار کنیم؟ پس ام و منهای رادیکال دو بذاریم، ام و منهای رادیکال دو بذاریم، میشه منهای رادیکال دو ایکس دو علاوه چهار ایکس علاوه منهای دو رادیکال دو. حالا میخوام ریشه هاشو پیدا کنم، میشه منهای به منهای چهار به اضافه منهای رادیکال دلتا به دو منهای چهار آسه به علاوه دلتا صفر میشد دیگه، تقسیم بر دو منهای چند منهای دو رادیکال دو. قبوله؟ تا اینجا مشکلی نیست؟ پس میشه منها در منها ساده میشه، میشه دو تقسیم بر رادیکال دو میشه رادیکال دو. پس این ریشمون اینه، پس اینمون برابر با رادیکال دو هست، اممون هم که میشه منهای رادیکال دو با هم جمعشون کن میشه چند؟ آسه صفر. آره خیلی قاطی پاتی شد، اصلاحی میکنم. آره خب سوال بعدی، یک سوالی که حالا بتونیم جا داشته باشیم، سوال 24. سوال 24 نظر شما چیه؟ دیگه این مثال ها رو حل کنیم تموم میشه. بله بله زودتر هم تموم میشه. بله خب در چند جمله ایه AX2 علاوه BX علاوه C یک معادله درجه دو، اگر دلتا به روی 4A منفی باشه آنگاه کدام گزینه؟ ما میدونیم در عبارت درجه دو این ایگرگمون اینجا منهای دلتا رو 4A است، درسته؟ پس وقتی میگه که دلتا رو 4A منفی باشه، درست شد؟ یعنی این
عرض نقطه‌مون یعنی اینجا یا اینجا اینطوری خواهد بود، یعنی عرض نقطه‌مون اینجا مثبت خواهد بود. چرا؟ چون منهای دلتا رو 4a میشه عرض نقطه رأس سهمی. حالا خود منها رو دلتا رو 4a که پاک کنین اینجا میشه مثبت. خب یه بار دیگه بگم، ببینید منهای دلتا روی 4a عرض نقطه ماکسیموم یا مینیمومه، درسته؟ گفته دلتا روی 4a منفیه، پس منهای دلتا روی 4a چیه؟ مثبته. پس عرضمون مثبت. یعنی یا اینطوری میشه یا اینطوری میشه. حالا میخوام ببینم کدام گزینه صحیح هست. معادله پی ایکس مساوی با صفر همواره ریشه حقیقی ندارد. معادله پی ایکس مساوی با صفر همواره ریشه حقیقی ندارد. اینجا ممکنه ریشه حقیقی داشته باشه، پس این غلط. چند جمله ای پی ایکس مثبته، این مثبته ولی این گویاد منفیه، پس اینم غلط. چند جمله ای پی ایکس همواره منفیه، اینم غلطه چون اون مثبته. علامت پی ایکس به علامت آ وابستگی داره. بله اگر آ اینجا مثبت باشه این همواره مثبته، اگر آ منفی باشه گویاد منفی گویاد مثبت، پس به علامت آ وابسته است. سوال C گفته که علامت عبارت فلان مطابق جدول مقابل مشخص شده است، مقدار به منهای آ کدام است؟ الان علامت این عبارت اینه، نگاه کنید پس این دوتا چی هن بچه ها؟ ریشه هامون هن دیگه نه؟ یعنی من اگر 3 رو بذارم داخل اینجا 0 میشه، اگر 1/2 بذارم داخل اینجا 0 میشه. یا یک نکته، من میدونم که این عبارت رو میتونم بنویسم منهای 2 در x منهای 1/2 در x منهای 3، که این منهای 2 رو در این ضرب کنیم میشه 2x به اضافه 1 منهای 2x به علاوه 1 در x منهای 3. حالا ضربش کنیم میشه چی؟ منهای 2x دو به اضافه 6x به اضافه x منهای 3، پس میشه منهای 2x دو به اضافه 7x منهای 3. پس آمون برابر با چند بچه ها؟ آفرین، آ اینجا با اینجا برابر میشه، آ میشه 7. بیمون چنده؟ منهای 3. حالا بی منهای آ میشه منهای 10، میشه گزینه 1. بسیار عالی. دیگه این سوالا رو به همین سوال، آها سوال 48 نظرتون چیه بچه؟ سوال 48 یک دقیقه فرصت شما حل کنید. یک دقیقه فرصت، خیلی راحت و خوبم هست. چیکارش کنیم؟ نظر شما چیه؟ ما اینجا یک تعریف نشده داریم. اینجا که تعریف نشده داریم یعنی 5 ریشه مخرج دیگه نه؟ پس 5 ریشه مخرج.
پس من اگر 5 رو بذارم تو اینجا 3 5 تا 15 تا به نهایی 30 مساوی با 0 یعنی 30 مساوی با 15 درسته؟ کجا نفهمیدین علی آقا؟ کجا نفهمیدین؟ این 5 ریشه مخرج دیگه. چرا ریشه مخرجه؟ چون اینجا تعریف نشده داریم. آه فیلمشو نگاه کن باز از من سوال بپرس. آره قبلی بود من پس دیر دیدم. حالا اینو گوش کن. 5 ریشه مخرجشون تعریف نشده داریم اینجا. اینجا بذاریم 3 5 تا 15 پس 30 میشه. دیگه چی؟ ببینید اینجا x منهای a داریم در x علاوه a. x منهای a داریم در x علاوه a. خب ریشه هامون چنده؟ 3 و منهای 3. پس آمون باید 9 باشه دیگه نه؟ اینجا آدمون باید 9 باشه. پس آ میشود چند؟ 3. ببینید آدو اینجا 3 ریشه این باید باشه. پس 3 منهای آ مساوی با 0. پس آمون میشه 3. درسته؟ پس آدو میشه 9. پس آدو میشود 9. این آدمون 9. دیگه چی داریم؟ سی رو هم که پیدا کردیم بی رو باید پیدا کنیم. خب من این 5 رفت، این 3 رفت، این منهای 3 رفت، چی مونده الان؟ منهای 2. منهای 2 باز ریشه اینه، میشه منهای 2 علاوه بی مساوی با 0. پس بی میشود چند؟ 2. بی مونم 2. حالا آدو ضرب در بی، 9 ضرب در 2 میشه 18. منهای 5 میشه چند؟ 3. میشه گزینه 1. خیلی خوب بچه، این تست ها رو میذاریم توی پنلتون، اینا تو پنل هست. حتما 85 تا تسته تا هفته آینده حتما حل میکنید و تا قبل از اینکه تموم بشه مهلت، یعنی روز جمعه تا ساعت 24 روز جمعه، شما باید برای من بفرستید اینا رو که من کنترل کنم. 85 تا تمرین اینجا. ببینیم حالا واقعا 85 تا سیاد من همینجوری 85 گفته در بیشتره، ببرشت بیشتره پایینی هم که 100 و خورده بود. اون 85 چیز دیگریست بس. من اشکال نداره تا تست 85 این چند تاست؟ نه تا همینجا 107 107 تا تست داریم. این تست ها رو 107 تا رو توی یک هفته حتما حل کنیم و برای من بفرستیم. ما در جلسه آینده یک مقداری در یک ساعت اولش تست میزنیم، رفع اشکال میکنیم و بعد وارد قدر مطلق میشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.